بیش از هشت ماه از آغاز قیام مردم ایران در شهریور 1401 میگذره در این فاصله زمانی ارتجاع ولایت فقیه حاکم بر میهن ما و ارتجاع ترک شده و رانده شده از میهن تمام تلاششون رو به کار گرفتن تا از استمرار و تعمیق انقلاب جلوگیری کنند. اکنون می خواهیم نگاهی به پشت سر بیاندازیم و ببینیم که در کجای مسیر هستیم چه باید بکنیم و چه چشم اندازی در پیش است به همین منظور همراه میشیم با آقای اسدالله نبوی از زندانیان سیاسی سابق و در همین مورد گفتگو می کنیم آقای نبوی با سلام و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید سال اول من این هستش که چه موانعی فکر می‌کنید در مسیر انقلاب مردم ایران وجود دارد و اکنون اون رو پوند کرده منم سلام عرض میکنم خدمت شما و اینطور سلام احترام عرض میکنم خدمت بینندگان تلویزیون ایران آزادی با مطالعه سرنوشت قیام ها و جنبش ها آدم میتونه به این نتیجه برسه که هر جنبشی معمولا یک دشمن و یک تهدید داره دشمن همون تضاد اصلیه که باید از سر راه برداشته بشه اما تهدید اگرچه به ظاهر از جنس دشمن نیست اما به همون اندازه دشمن خطرناک و ویرانگر است در مورد قیام مردم ایران در سال 1401 و استمرار اون در 1402 هم همین اصل مستاق داره دشمن اصلی قیام مردم ایران روشنه خامنه ای و حاکمت نامشروع اون دشمن اصلیه این قیامه و خب واضحه که بوسی از طرا برداشته بشه اما جریاناتی هم هستن که مانع جریاناتی هستن که مانع قیام میشن یعنی این جریانات بعد از سالیان سکوت و همدستی با رژیم فرصت طلبانه به عنوان مدعی به صحنه اومدن در حالی که تنها کارشون توقف قیام از طریق تبلیغ و ترویج مش و شعارهای انحرافی بوده و هست و به تب مقابله با مجاهدین و مقاومت ایران به عنوان تنها همآورد جدی رژیم تو دستور کارشون یعنی اونا به رغم اینکه رنگ و های مختلفی به خودشون میزنن و رنگ و های مختلفی دارن اما در این مقاله با رژیم همدست و همسو هستند که بایستی به مجاهدین و مقاومت ایران بزنن کار کرده این جریان اساسا اینه که تراش میکنن که قیام رو به انحراف بکشونن یعنی مقا... میخوان در مقابل خط سرنگونی توسط مردم بیستن و مانع فروپاشی رژیم توسط مردم بشن یعنی اساسا این جریانات هدفشون و دستاویزشون اینه که توسط سپاه و قدرت خارجی بتونن رژیم رو به قول خودشون دوچار فروپاشی بکنن اونا به جای گسترش آتش با شعار خشونت پرهیزی سر میدن و مقابل قهر انقلابی که جنبش ایران و مقامت ایران در پیش میگیره جنبش مسالم تامیز و مدنی رو پیش میکشن در مقابل انقلاب شعار گذار مسالم تامیز با حفظ سپا و ارتش و حفظ ساختار همین نظام رو تبلیغ میکنن حتی با یک فرار به جلو اینا تلاش میکنن که دست پیش بگیرن و هر آتشی که در هر آتشی رو در مقابل رژیم رو مانع تغییر مسالمت آمیز رژیم بدونن و اینطور جار بزنن که آتش نکنید چون اگه شما آتش بکنید رژیم وادار به خشونت میشه و نیروهاش رو به صحنه میکشن همین جریان هم اینطوری رژیم رو تطهیر میکنه که اگر رژیم سرکوب میکنه اگر دست به خشونت میزنه اگر پاسدارانش آدم میکشن به خاطر این هستش که مجاهدین و مقاومت ایران و کانونهای شورشی اونها آتش به پا میکنن اینطوری این جریان این انحرافی که خودش فاقد پایگاه مردمی و نیروی رزمنده در کف خیابون هست و حتی در صحنه بین هم کسی روشون حساب نمیکنه ولی به رغم این اونها به مسابه ریگی در کفش مقاومت و جنبش مردم ایران هستند و به عنوان مانع و کن جریان قیام عمل میکنن و همین دلیل باید این ریگ رو از کف، کفش قیام و جنبش مردم ایران بیرون کرد دور انداخت و اونها رو از صحنه سیاسی ایران حذف کرد بله با توجه به توضیحاتی که دادید چرا این جریانات منحطی که از اونا صحبت کردید اساسا نوک تیز حملاتشون متوجه مقاومت ایرانه اگر اونها خانه تغییر وضع موجود هستند که اساسا باید مقاومت ایران متحد طبیعی اونها باشه بله نکته درستی شما اشاره کردید میدونیم که مقاومت ایران 44 سال سابقه نبرد با این رژیم رو داره و پرداخت تمام هزینه نبرد به دوشی مقاومت بوده تنها جنبش انقلابی و رزمندی که در صحنه سیاسی ایران باقی مونده و نیرو در کف خیابون داره و داره سازماندهی و قدرت سازماندهی در داخل هست به همین دلیل استعمار و دولت هایی که خودشون رو در تحولات ایران صاحب منافع میدونن به منافع ایران و ایرانی دست میخواه و میخوان به منافع منافع ایرانی دست درازی بکنن این جریان یعنی مجاهدین و مقامت رو مانع مسیر خودشون میدونن بنابراین اینا فی سبیل الله با مجاهدین درگیر چنگ در چنگ نشدن بل بلکه چنگ در چنگ شدنشون با مجاهدین بر سر منافع اوناست اونا جنگی که اونا با مقاومت ما دارن جنگی که با مجاهدین و مقاومت ایران دارن سر این هستش که هجمونی و رهبری این قیام دست مجاهدین و مقاومت نیفته اونا به خوبی میدونن که رژیم رفتنیه ولی این هیچ کسی از این جریانات و حتی قدرت های شک نداره ولی نمیخوان جای، جایگزین این رژیم یک آلترناتیو انقلابی باشه نمیخوان یک آلترناتیو مستقل و ملی و مردمی باشه به همین دلیل آره همون استعمار میره در پوست داروبسته بچه شاه تا بتونن اون رو تا حدی که میتونن باد بکنن اونها رو یک نیروی مطرح به اصطلاح در مقابل مجاهدین قرار بدن و تا بتون ارزندان بکنه به همین امید که بتونن از نقش مقاومت ما مقاومت مردم ایران به مساوی تنها هماورد واقعی نجیم در صحنه کم بکنن ما شما به خوبی میدونید طی شش ماه گذشته شاهد انواع بازی این جریانات بودیم و یک روز توییت مشترک زدن یک روز بعد دیدیم که داستان وکالت رو راه انداختن یک روز دیگه اعلام اعتلاف و ارائه منشور با اون همه سر و صدا کردن بعد تبلیغات گسترده توسط رسانه فارسی زبان وابسته به استعمال همزمان یعنی این یک وجه قضیه بود اما وجه دیگرش همزمان سانسور مطلق تمامی فعالیت های مقاومت چه در داخل چه در سطح خارجی همزمان شیطانسازی علیه مقاومت رو به صورت یک برنامه هماهنگ پیش بردند این وسیله معمولیت رو برای توقف قیام به هر میزان که تونستن انجام دادن و نقد سعیشون رو کردن که تمام نتایج این کارزار با مجاهدین رو به کیشه رژیم بریزن و برایش زمان بخرن عمر بیشتر برای رژیم بخرن تمام تلاش سیاست استعماری تا این نقطه این بود بله با ت... میخوام با سال دیگه ای که اینجا پیش میاد این هستش که با توجه به نکات و مختصات کنونی این جریانات ضد مسیر قیام و انقلاب چیه؟ مختصاتشون چیه؟ رابطه با رابطه این جریانات و رژیم چی هستش؟ چگونه هستش رابطه رژیم با این جریانات؟ بله واقعیت اینه که این جریانات همونطور که دو سال قبلی اشاره کردم پشتوانشون استعمار هست اما این جریان انحرافی فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی معتبر در داخل و تکیهگاه سازماندهی شده نداره بعد از تلاش نافرجام مثلا برای شکل دادن اعتلاف که البته با تشویق و همراهی استعمار هم همراه بوده اکنون میبینیم که به نقطه ازمهلال و از همپاشیدگی رسیدن رژیم هم اینو خوب میدونه میدونه که امثال بچه شاه و بقیه دروبریاش از توش آلترناتیوی در نمیاد هیچ قدرت دلیلش اینه که هیچ قدرتی روی زمین ندارن ولی نمیتونه نه شخصش نه که وابسته بونن هیچ قدرتی دیگه نداره مگر تکیه به قدرت خارجی واقعا اینه که این رو هم رژیم میدونه که قدرت خارجی تا میدانی پشت اینا میان که با عنوان برگ برنده ای در مقابل رژیم با اونها بازی بکنه و با مسلما طبق همون چیزی که تو تاریخ دیدیم سر بزنگاه ها هم این جریانات قربانی زد بند رژیم با استعمار میشه به همین دلیل رژیم میدونه که به سادگی میتونه بر سر اونها با بازیگران پشت صحنه اونها معامله بکنه زد و بند بکنه پس اونها رو این جریانات برای رژیم به قول خودشون چیزی بیشتر از یه پارازیت یا کبریت بی خطر نیستن ولی این نقش رو حداقل ما میدونیم که این نقش رو دارن و میتونن داشته باشن که به جون قیام و مقاومت مردم ایران بیفتن و باعث به هر رفتن انرژی و توان مقاومت و مجاهدین بشن و اما طور که دیدیم توی طی شیش ماه گذشته باعث توقف و حداقل کند شدن قیام بشن به همین دلیل برای رژیم هم تا جایی که چنین سوداوری داشته باشه این جریانات مورد استقبال رژیم هم هست کما اینکه ماموریتشون هم وقتی تمام بشه به سادگی با یک زد و بند با یک معامله اونها کنار گذاشته میشن این چیزی که ما تو تاریخ هم دیدیم و الان هم میبینیم که به سادگی معامله انجام میشه و به سادگی این جریانات چون دارای خواستگاه واقعی یا پایگاه واقعی نیستن کنار گذاشته میشن میخوام آیا نبوی به عنوان آخرین سال میخواستم بپرسم که فکر میکنید چشم انداز قیام و انقلاب مردم در سال 1402 چیه و چه باید کرد؟ ولی یک واقعیت مسلمه که مهمترین دستاورد قیام 1401 مرزبندی با شیخ و شاه و همگانی شدن شعار مقبر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بود هم این شعار چه در داخل کشور و چه در خارج کشور یک ضربه اساسی رو به سیاست استعماری تجایی وارد کرده ما که مثلا همین دیروز که الان داریم با شما صحبت میکنیم دیروز توی زاهدان این شعار شعار که از شعار اصلی مردم بود اگر ما میگیم که یکی از دستاورد اصلی قیام 401 همین بوده که این شعار جا افتاده اگر این شعار رو نداشتیم امروز صحنه سیاسی ایران صحنه دیگه بود برامه در پاسخ به سوال شما باید بگم که پاسخ هر مسئله رو بایستی در صورت مسئله اون نهفته دید یعنی این قفل خود قفله است که کلید خودش رو مشخص میکنه در جامعه ما هم دشمن است یعنی خود دشمنه که خط و مش و استراتژی و تاکتیک و تکنیک های قیام و سرنگونی مشخص میکنه این یک واقعیت علمیه ما با دشمنی مواجه هستیم که بقای خودش رو در گروه سرکوب میدونه و تا نفس آخر با سرکوب زنده این رو مردم ایران با گوشت و پوست خودشون طی سال اخیر تجربه چل سال تجربه کردن خامنه قدرت خودش رو حتی حاضر نشده با رقیب خودش تقسیم بکنه و نمیکنه. کنه بنابراین خامنه هر چیزی رو فدای حفظ بقای خودش نظام خودش میکنه بنابراین این وقتی مردم ایران با چنین رژیمی و با سرکوب سازمان یافته و سیستماتیک مواجه هستند تنها پاسخی که باقی میمونه براشون قهر سازمان یافته است دستگاه سرکوب رژیم هم آورد خودش رو میخواد دستگاه رژیم دستگاه هم خودش رو میخواد یعنی این مقامتی میطلبه که سازمان یافته باشه بتونه مقابل سرکوب بالاتری که رژیم ایجاد میکنه آتش بالاتری ارائه بکنه مایه گذاری انقلابی و سرشاب از فداکاری رو تقدیم مردم ایران بکنه و راه رو برای آزادی مردم باز بکنه بنابراین برای پیشبرد قیام مردم ایران در سال 1402 باید دو اقدام رو همزمان ما به پیش ببریم توی سالات قبلی اشاره اولی کنار زدن این موانع و خطوط انحرافی روبروی جنبش انقلابیه که توی سوالات قبلی بهش پرداختیم دوم افزایش قدرت آتش و آتش بیشتر بر سر دشمن و قطعا این مردم ایران هستند که با چنگ زدن به همین دو مسیر پیروز میدانند و قیام مردم در سال 1402 توفنده تر و خروشانده تر ادامه خواهد یافت از اینکه در این برنامه با ما همراه بود من از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم 还有什么？